درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین اینتل تایم <تصفیح> نوشته انفجاری که شب گذشته شهر خرم آباد را لرزان ظاهرا ناشی از انفجار در یک پایگاه زیرزمینی پرتاب موشک در منطقه کوهستانی در نزدیکی پایگاه امامعلی بوده این در حالیه که در پایان هفته گذشته فاش کرده بود که انفجار شمال تهران در یک مجتمع عادی نبود بلکه در مجتمعی بوده که به عنوان چهار راهی در زنجیره تأمین باتری برای کاربردهای نظامی از جمله پهپادها موشک و نیروگاه ها عمل میکنه. یعنی یک نسخه پشتیبان برای سیستم های الکترونیکی حالا امروز گزارش شده که انبار سازمان هواپیمایی کشوری هم در فرودگاه مهرآباد دچار آتش سوزی گسترده شده و خبرگزاری های اسرائیل هم نوشتن گزارش های مبنی بر انفجار شدید در پایگاه های زیرزمینی و موشکی سپاه در خرم‌آباد داریم شدت انفجار به حدی بوده که ساکنین منطقه تصور کردن زلزله اتفاق افتاده سورپرایزهای های بیبی بی نتانیاهو کم کم از راه میرسه کافیه خوب گوش کنید این در حالیه که مدیر کل مدیریت بحران یعنی همان مدیر کل خرابکاری استان لورستان گفت که موضوع لرزش زمین در حال بررسیه اما تا کنون موضوع زلزله محرز نشده پازوکی در گفتگو با خبرگزاری جمهوری ملایان گفت احتمال وقوع انفجار دور از انتظار نیست تا الان منشأ صدا هم پیدا نشده و اما خبرگزاری ها تکذیب هر گونه انفجار در خور را رو منتشر کردن احسان یاوری معاون سیاسی امنیتی و استانداری و لورستان نیز درباره شنیدن صدا و احساس تکانه های شبیه به زلزله در خور ضمن تکذیب انفجار گفت که موضوع در حال حاضر در دست بررسیه وی با بیان اینکه زلزله نیز منتفی بوده و سایر احتمالات در دست بررسیه گفت که ستاد مدیریت بحران تشکیل شده و پیگیری های لازم انجام گرفته این در حالیه که اسرائیل پادگان امام تو خورم آباد رو زده و ترکنده و طرف محرمانه به صدا سیما گفته انفجار بوده و اونا هم این خبر محرمانه رو زیرنویس کردن تو تلویزیون و اگر یادتون باشه چند سال پیش همین خورم آباد باد رو زدن و 60 درصد توان موشکی جمهوری اسلامی دود شد رفت هوا این در حالیه که وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعاتشون واقعا احمقن اینا باید تمامی مسائل سازمان بیسیم رو به یاد بیارن این افراد برای سیستم ولایت وقی فقط یک بازیچه کوچکن فراموش نکنن چه بلایی بر سر عوامل بیسیم آمد اولین اشخاصی که نابود میشن این افراد هستن بعد مزدورها چون سیستم ولایت وقیه رو یک کمونیست طراحی کرده که خیلی میشناسنش تو این سیستم بعد از بایگانی ها بایگانی کنندگان از بین میرن اینا فرصت دارن یک بار دیگه تو حکومت آینده خدمت کنن و باعث افتخار عزیزانشون بشن با انقلابیون همکاری کنن و تو تیم بازنده نباشن انقلاب اجتناب ناپذیره و انقلاب همچنان ادامه داره دوستان قاضی جلاد خسرو کریمزاده که حکم اعدام براندازان رو صادر کرد مجازات مردمی شد که عکسشو به خاطر محدودیت ها نمیتونم منتشر کنم و اما جالب اینجاست که صفحه نیتانیاهو به فارسی در توییتر نوشته واکنش شما از شنیدن خبر مرگ خامنه ای چگونه خواهد بود لطفا دوستان شما هم در این نظرسنجی شرکت کنید به نظر من مرگ او در صورتی که پایان رژیم و بازگشت به پادشاهی پهلوی به ایران باشه بهترین خبر خواهد بود اما تنها حذف او پایان این دیکتاتوری نخواهد بود دیر یا زود به درک واصل میشه چه به دست عدالت چه با امداد غیبی اما این مرگ در شرایط فعلی شاید ما یک قدم به سرنگونی رژیم نزدیک کنه و شاید این انقلاب رو وارد مرحله جدیدی کنه این در حالیه که چراغ سبز خامنه ای به تیم هسته ای امروز گزارش شده علی خامنه ای به مذاکره کنندگان هسته ای اجازه داده تا مستقیم با آمریکا مذاکره کنند به دستور او قرار هفته آینده با غیری در عمان با نماینده آمریکا در امور خاورمیانه مستقیما مذاکره کنه یادآوری میکنم که بابت جلوگیری از مذاکره با آمریکا در 33 سال سلطنت خامنه ای بالغ بر 13 هزار میلیارد دلار خسارت به کشورمون وارد شده و این در حالیه که بعضی از رسانه های اسرائیلی هم نوشتن الان خانه خامنه ای ازاس چون فرمانده ناوگان دریایی روسیه به همراه 33 افسر بلندپایه در حمله موشکی اوکراین کشته شدند و اما پوتین که برای اثبات بلوفش به هر ترفندی متوسل میشه به نظر من یواش یواش به تحرکات زبرادخانه هستهی روسیه نزدیک میشیم البته با هدف خاک آلمان Uh, we do have an obligation to allow um, Iranian officials and other officials of, of foreign governments to um, uh, travel to New York for u n business. Um, but do, we do not have an obligation to allow them to travel to washington d c. Um, and we uh, given Iran's uh, uh, continued wrongful detention of united orm islami. اجازه خروج از منطقه دیپلماتیک در نیویورک سفر به واشنگتن رو نداد اینا فقط بلدن واسه ما مردم ایران گندگویی کنن و از اقتدار بگن تو خارج کسی اصلا حسابشون نمیکنه الان برمیگرده ایران و میگه جو بایدن هم کرد که برم واشنگتن پیشش ولی نرفتم ارزشی بی عقل هم باور میکنه در همین رابطه این دیدار حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در ادامه رایزنی های فشرده دیپلماتیک با وزیر امور خارجه واتیکان در دفتر واتیکان در نیویورک بود روی 17 ماده سازمان ملل از خوشامدگویی به مهاجران گرفته تا بقیه ماده های این سند کذایی دوستان باید دقت کنیم که هیچ وقت سیاست ایران از سیاست دنیا جدا نبوده و نیست و نخواهد بود این نبرد تمام ایار با شیطانهای گلوبالیسته و مهمترین دلیل استراتژیک اسلامی کردن ایران در 45 سال گذشته و نبرد عراق با ایران و کشته و جانباز شدن میلیون ها ایرانی و مهاجرت بیش از ده میلیون ایرانی آیا میدونید چی بوده؟ بله جا افتادن اسرائیل در منطقه و تبدیل نبرد عرب و اسرائیل به دوستی این نظم نوین جهانی ایران ستیز و کسیفه پاپ دقیقا در مورد خوشامدگویی دولت ها به مهاجران سخنرانی کرد این یک سیاست جهانی در راستای اهداف توسعه پایدار و هر قاره ای رو با بخشی از اون درگیر کردن ایران رو با افغانیا آمریکا رو با آمریکای لاتین اروپا رو با آفریقایا و ترک و سوریا و افغان ها حالا بگذریم که برای همین مهاجران غیرقانونی کلی برنامه در دستور کار دارند. بخش اعظمی از انرژی مردم هم صرف اخراج افغانی و مطالبه ملی میشه و صرف مبارزه با رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی نمیشه و این زنگ خطره این زنگ خطر برای تمام افراد آگاه دنیاست چون اونا آگاه شدن و کابوس روزانه و شبانه این شیاطینن و فقط شامل ایران نمیشه ولی وضع کشورهای مثل ایران چون یک دولت دیکتاتور داره به مراتب وحشتناکتره و هنوز از عواقب پیادهسازی این سند هیچی نگفتم و اما به این تصویر دقت کنید مهاجرت یعنی با خانواده وقتی مردان جوان بدون خانواده اینطوری با قطار و فاند به مرزهای آمریکا یورش میبرند این بیشتر تهاجم تا مهاجرت و هیچ عجیب نیست اگر دو روز دیگه مهاجران افغانی برای سرکوب ملت یک پارچه ایران گماشته بشن جورج سروس و گلوبالیستا پشت جریانات مهاجران هستند اگر دولت در کنترلشون میخواستن میتونستن جلوی اینا رو بگیرن ولی نمیگیرن چون پناهنده و مهاجر غیرقانونی برابر با رقیق کردن جمعیت ملی نسبت به جمعیت پناهنده کاهش نیروی وطن پرست محافظ مرز و بوم پناهنده قابلیت کنترل و استعمار بیشتری داره پناهنده بیشتر دچار سرخوردگی و افسردگی و از بین بردن خودش میشه از پناهنده میشه برای سرکوب تظاهرات و اعتراضات استفاده کرد همچنین اختشاش درست میکنه و به دولت ها بهانه برای کنترل و نظارت بیشتر میده ازدواج نجات ها خلوص نجادی رو از بین میبره و دیگه ایرانی بودن فرانسوی و آمریکایی و غیره بودن معنا پیدا نمیکنه که کشور و مرز و وطن معنا پیدا کنه و به جرأت میشه گفت که بعد از ملکه خونخار خزنده انگلیس مرگبارترین و خونخوارترین موجود زمین همین جورجه ده دهها ساله که سازمان سیا و گلوبالیستا در سراسر دنیا حتی در خود اروپا و آمریکا و البته در کشورهایی که قصد دارن پس از براندازی رژیم قبلی نظام جدید رو تأسیس کنند با ابزاری به نام دموکراسی و آدمهای خودشون رو بر مسند حکومت می نشونن. برای مثال عراق، افغانستان، اوکراین و غیره. این در حالیه که پانتورکیسم هم از نجات پرستی های مجاز کانون قدرت جهانی برای پاکسازی نجادی ایرانی تبارانه به این تصویر دقت کنید که در روز روشن ارمنی ها رو از ارمنستان پاکسازی نجادی میکنن و طرح شفر معمور موساد رو اجرا میکنن و جهان خفه شده و آنوسیهایی چون خامنه ای با این طرح اسرائیل رو همکاری میکنند و آخرین گامشون هم در اشغال منطقه حائل قرباق میان ایران و باکو و اجرای طرح شفر معمور موساد با همکاری خامنه ای آنوسی انجام شد باکو به تبریز چسبید و ایران کنترل کریدور مرزی رو از دست داد گام بعدی ایجاد آذربایجان مغولی با اشغال تبریز در دوران گذار ایرانه، جان کلام این که دیگه تقریبا مطمئن شدم که جمهوری اسلامی برای نابودی ایران ما بعد از براندازی هم نقشه کشیده بدون تردید روز آخر و زمانی که دونه درشته ای رژیم در حال فرار باشند افغانهای مسلح رو به جون ملت خواهند انداخت و یک نبرد داخلی خونین بین ایرانی و افغانی در میگیره تنها راه جلوگیری از این فاجعه اینه که تا دیر نشده کار رژیم رو یکسره کنیم هرچی بگذره با حضور اینا داخل ایران پایدارتر بشه احتمال دفع این خطر کمتره و از طرفی هرچه دیرتر رژیم براندازی بشه ایرانی زدایی از ایرانمون بیشتر میشه واقعا در وضعیتی گیر کردیم که برای اولین بار در تاریخ داره اتفاق میافته و همه چیز دست خودمونه فقط خودمون پانشیم هیچ کس حتی رضا شاه دوم هم نمیتونه کاری کنه. پانشیم بدبختی ملت. حمله افغانها به ایران پرده آخر ما و جمهوری اسلامیه. پاینده ایران جاوید شاه تا عبد ای یک روز. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.